بهترین و ماجراترین اثر جنایی بر پرده سینما می آید. ده سایه خطرناک، داستان دختری جوان که سرنوشت او را گرفتار مخوفترین بازی های خیش ساخت و او را در ورطه یکند که عشق و توطئه و خیانت از یکدیگر شناخته نمی شد. ماجرای مرموز بود که رازهای شگفت‌آورش چون کتکی بر پیکر او فرود می آمد و او را به مرگ و جنون نزدیک می ساخت. این دختر گرفتار توطئه سایه‌های خطرناک بود. ده سایه خطرناک که در شب و چه در روز این ده سایه خطرناک او را لحظه ای آرام نمی گذاشتند. بعد آنجا که آرامش در میان خودشان نیز برقرار نبود، ماجرا لحظه به لحظه به اوج هیجان نزدیک می شد. این یک اثر اعجاب‌آور و تحسین‌انگیز از سینمای ایران است. ده سایه خطرناک، یک فیلم با لحظاتی مملو از دلهره و هیجان آنچنان که شما را غرق التهاب کند. ده سایه خطرناک، یک فیلم با ماجراهای تکان دهنده آنچنان که شما را به هراس و وحشت کشد. با هنرمندی فروزان، ستاره پیروز و موفق سینما، امین امینی، چهره هنرمند و پرارزش، همراه با جعفر رؤوفی در یک نقش جنایی استثنایی، بیام نادره، آراسته، جلیله. سمیزاده، نوری کسرایی، بهروز بهنژاد و ایرن، اولین ساختی دگرگونه شهریار قنبری. فیلمبردار جمشید الوندی، محصول سازمان سینمایی پیام. شیرین و جذاب تو زندگیتون خیلی شنیده، ولی مطمئنم که دیگه اینجوری شد تا به حال نه. قصه ای از زندگی امروزی برای آدمای امروزی. عجب سنگین بود، دستم افتاد به جونشون. دستم پدر سوخته، چرا کرسی رو هوا کرده؟ راست دیدم دارم هالتر میزنم، داشتم بلندش میکردم که یه بلندش مرد سنگی، زن فرنگی. مرد صغیر یعنی مرتضی خان اخیری که بهش میگن علی خسروگیر، و زن فرنگی این خانم خوشگل است که یه همچین جنجالی به پا کرده و مرد صغیر رو پاک از راه به در برده. فقط پدر سوخته، وقتی پدرت میگه در رو با کن.
با این مرد شرقی که فطرتند به خوشی از موازین اخلاقی و فرهنگی نداره و این زن فرهنگی که برای مرد شرقی ما به جز درد سر چیز دیگه ای برمقان نمیاره چه باید کرد؟ مرد شرقی زن فرهنگی میخوامی دست خودم کنیم مگه ندیدی که من زن گرفتم ها؟ مرد شرقی زن فرهنگی گل همین خودمو میکشم و بکنم این را حد هست که تو زن من هست در سوخت دلیقه جمع باباشم اگه عوضه باباشم داشت خوب میشون مرد شرقی زن فرنگی فیلم به کارگردانی شاپور غریب با برداشت نام از تمام معیارها و خصوصیات یک خانواده اصیل شرقی که ایرانی نبود و لجونم رشته خاطری بود خارجهی مرد شرقی زن فرنگی با شرکت مرتضی آقایی بازیگری توانا وجودش موثر در بهتر شدن حرفی شهناز تهرانی با تمام خصوصیات یک زن شرقی سرینی، پروین سلیمانی، یانا، قدکیان، ناظری، شهنمویی، گرژی، جیتی فروها با معرفی چهره جدید پژوهان و زن فرنگی این چه زنی، زنی به نام جوسی زمانی که تمام خانواده دست رو دست بذارن این مرد میفهمه برای رسیدن به وصالش راهی به جز با قلچشن بازی و گردن کلوفتی اونم با مشت و لگن که جا اون از مهر که در به ستارت نیست مرد شرقی زن فرنگی کارگردان شاپور غریب پخش از پانوراما من دیگه مگه از چشم تو افتاد به نظر شما تعجبی نداره که این آقازاده به جای جنس ایرانی جنس فرنگی انتخاب کنه بابا خارجی نخواستن شناسش کنه مرد شرقی زن فرنگی آیا به دست آوردنش از چپ می رود و زندگی ها تباه می شود طلای سفید بلای خانمان سوزی است که سوداگرانش جز پول و خون چیزی نمی‌شناسند و این خواننده زیبای شهر ما متهم است. خانم فریبا هر حرفی به عنوان آخرین دفاع داری بیان کنید. کوچه به کوچه در به در می‌گیرم از یارم خفه هر روز شب به جفت جفت خانه به خانه کوفه بزنو بینجی معتن چه هستی؟ اکرم بلش کن حرفای ما رو خوب شنیدین؟ خیلی ها برای دیدن من به کافه میام شما میدونید من یک آسیس کاباره هستم آسیس کاباره وظیفه داره با همه گرم بگیره صحیح ولی نه اونطور که شما با آقای اکرم گرم میگرفتید آقای رئیس اینطور با من صحبت نکنید نمیتونم این حرفا رو به شما خواهش میکنم اجازه بدید مرخص بشم در این سفر بی‌بازگشت تبهکاران را جز مرگ حاصلی نیست و تلاش آنان برای فرار از قانون بیهوده است سلام قربان سلام ابیل کجا هنوز زمیدین تیاره نیومده قربان او به نظرم اومد برم تقیبش کنیم زود باشیم اما نه آدم پر جرأتی هستی من تو رو میفرستم از کجا بخوای میبرم نمیتونم طاقت بیارم مرد دیگه به تو نگاه کنه فریبا بیا بریم از اینجا
هر هرچی به شما گفتم حقیقت داری. برو گم شو. تمام این حوادث فقط در راه طلای سفید است و طلای سفید داستان عشقی سورنگیز که نهان پاکان از میان پریدی ها رفته است. اصلا با آدم بیادب باید با بیادبی هستن. به خدا قسم اگر تو تمام این شهر بگردی یه همچین زن بیحیای احمق بیشور. جوانی جسور و پرقدرت، داسوسه زیبا، مردی خونخوار، ابلهی ترسو، زنی روان، افسری فداکار، جانی بلفطره، مجری قانون و خواننده‌ای پر احساس. گرمی باشد این بانگ مرموز که فروزاد آتشها در قلب خاموشد. بله همون مبلغی که گفته بودی بهشون دادم. آیا به اونا گفتی که تو یه زن نجیب و با وفایی هستی که تمام آرزوت اینه که با شوهر مریض تا آخر عمر زندگی کنی؟ بله این همین حرفا رو بهشون زدم. اونام حرفای تو رو باور کردن؟ البته که باور کردن. میگی نه؟ از دوست دو بکن. ولی یه زن نجیب و بیپول پا نمیشه با یه گردنبند 5000 تومانی. رادیو یک داستان گرم و پرشور با حوادثی شگفت‌آور و پدیده تازه‌ای که پیروزی جدیدی است در سینمای فارسی. طلای سفید یک داستان شورانگیز از مردانی که برای سود بیشتر حتی دوستان خود را به قتل میرسانند. طلای سفید داستانی است از خشونت و وحشت و عشق و جنایت در یک خانه مرموز. استودیو تخت جمشید پس از ماه ها صرف وقت افتخار می کند که برجسته ترین فیلم فارسی را تقدیم نماید. طلای سفید به کارگردانی جمشید شیبانی. جز فرار از زندگی چه چاره‌ای داشت این مرد هنگامی که دروازه تمام امیدها به رویش بسته شد؟ فرار از زندگی چه چاره‌ای داشت این مرد هنگامی که می‌دانست با کشتن یک بیگناه به سوی چوبه دار می‌رود؟ جز فرار از زندگی چه چاره‌ای داشت این مرد هنگامی که در هیچ گوشه و در هیچ نقطه‌ای مأمن و پناهگاهی نمی‌یافت و آشنایی نداشت؟ اون یه رفت برای خودش چیابیایی داشت، پولش از پارو بالا می‌رفت. اسم مهندس کیوان مثل تو که تعظیم شده خرج می‌شد. برای چی اومد اینجا؟ چی گفتی؟ مگه نمیبینی اینجا یه مؤسسه آبرومنده؟ همینطور سرت انداختی پایین اومدی تو؟ خیال میکنم منو نشناختی. چرا حضرت عالی رو شناختم آقای مهندس کیوان. هنگامی که درخششی داشت و در اوج فعالیت و شهرت بود در قلب همگان جایش بود و تحسین و ستایش همگان نثارش میشد. هنگامی که از اعتبار و ثروت بهره داشت در هر محفلی به استقبالش میشتافتند و به افتخارش جامهای می میپوشیدند. لیک شیطان در جسم یک زن با لبخندی پر از تغییر به سراغش آمد و در رقص مرگ همه چیز او را گرفت. میدونین که من شریک مهندس کیوان هستم، مدت هاست که ما با هم کار میکنیم، ولی الان یه مرتبه به این فکر افتادم که شرکت ما باهاش به هم بزنیم. بذارش بیرو. فرار از زندگی او با چهره حقیقی زندگی آشنا شد. در فرار از زندگی او طعم شیرین عشق را چشید و با هیجان و حسادت و فداکاری آشنا شد. یه زن نجیب و با وفایی هستی تا آخر عمر زندگی کنی؟ بله این همین حرفا رو بهشون زدم. باور کردم؟ البته که باور کردم. میگی نه؟ منم نمیخوام. ولی یه زن نجیب پول پا نمیشه با یه گردنبند 5. یک داستان گرم و پرشور با حوادثی شگفت‌آور و پدیده تازه‌ای که پیروزی جدیدی است در سینمای فارسی. طلای سفید یک داستان شورانگیز از مردانی که برای سود بیشتر حتی دوستان خود را به قتل میرسانند. طلای سفید داستانی است از خشونت و وحشت و عشق و جنایت در یک خانه مرموز. استودیو تخت جمشید پس از ماه ها صرف وقت افتخار می کند که برجسته ترین فیلم فارسی را تقدیم نماید. طلای سفید به کارگردانی جمشید شیبانی. اگه
چه چاره‌ای داشت این مرد هنگامی که دروازه تمام امیدها به رویش بسته شد. فرار از زندگی چه چاره‌ای داشت این مرد هنگامی که می‌دانست با کشتن یک بیگناه به سوی چوبه دار مرد جز فرار از زندگی چه چاره‌ای داشت این مرد هنگامی که در هیچ گوشه و در هیچ نقطه مأمن و پناهگاهی نمی‌یافت و آشنایی نداشت. اون یه وقت برای خودش چیازیایی داشت پولش از پارون بالا میره اسم مهندس کیوان مثل چه که تعظیم شده خرج میشد. برای کی اومدی اینجا؟ چی گفتی؟ مگه نمی‌بینی اینجا یه مؤسسه آبرومنده همینطور سرت انداختی پایین اومدی تو؟